آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. آقای آرامش، در اون ساعات اولی بعد از حمله ایران خیلی از کشورهای غربی طرفین رو دعوت به آرامش می‌کردن، می‌گفتن اسرائیلی‌ها یک پیروزی قابل توجه داشتن، اما الان به نظر میاد که دارن میپذیرن که ظاهراً اسرائیل پاسخ خواهد داد. ببینید، اولین حمله یک کشور، یک دولت بوده علیه اسرائیل، و حالا اون قسمت استثناش رو هم میگم، بعد از جنگ 1973 مصر، استثناش هم جنگ اول خلیج فارس بود، موقعی که ایالات متحده رفت کویت رو از دست صدام حسین آزاد کنه، صدام چند موشک اسکاد پرتاب کرد به سمت اسرائیل، ولی خب اون عملا برای اون مقابله با آزادسازی کویت توسط آمریکا بود، خصومت مستقیم خودش با اسرائیل نداشت، اسرائیل هم جز اون ائتلاف نبود، خیلی کشورهای دیگه بودن، از مصر و اردن بودن تا کشورهای دیگه. دکترین نظامی اسرائیل توی از بد به تولدش، یعنی از بد به ظهورش، این بوده که اگر شما حمله به من میکنید به خاطر اینکه من، به خاطر اینکه اسرائیل محاصره است توسط دشمنهاش، اون موقع حتی اردن هم که الان باش رابطه دیپلماتیک داره، مصر هم که باش رابطه دیپلماتیک، با کشور متخاصم حساب می‌شدن. اگر شما یک حمله به من می‌کنید، اسرائیل دکترین نظامی و دفاعیش اینه که حمله نامتقارن و نامتناسب می‌کنم که زهر چشمی گرفته باشم. بن گوریون، نخست وزیر اول اسرائیل، ایشون یک دکترین نظامی رو که بیا چید در اسرائیل و هنوزم تا حدی پا بر جا هست، یه قسمت دیگه هم داره، میگه اگر جنگ گسترده بود هیچ وقت بدون حمایت آمریکا نرو جلو، یک ابرقدرت همیشه پشتت باشه. با وجود که خیلی از بنیانگذاران اسرائیل، از اونایی که تو کیبوتس ها، مزارع اشتراکی نبودن، میگه رگه سوسیالیستی اینها داشتن، ولی برخلاف رهبران فلسطینی که همیشه قمار انتخاب، قمار تاریخی سیاسیشون غلط از آب در می اومد، رهبرای اسرائیل به عنوان متحد خودشون و به عنوان پشتیبان خودشون آمریکا رو برگزیدن. کشورهای عربی، به خصوص کشورهای عربی که ناسیونالیسم عرب در اونها بود بعد از انقلاب‌های مختلف در سوریه، در عراق، به خصوص در مصر، اونها خب همدم و هم به قول معروف کیش و متحد اتحاد جماهیر شوروی شدن. خب بعدم دیگه تاریخ نشون میده. به خاطر همین در این چند سال اخیر، در این چند سال، یعنی 80 سالی که گذشته از تولد کشور اسرائیل، در جنگ‌های مختلف ابرقدرت‌های غربی بالاخره هم اسرائیل رو کمک کردن، و اینکه این دکترین نظامی و دکترین دفاعی اسرائیل بود. در جنگ اول که جنگ استقلالش بود، خب بالاخره بریتانیا اونجا تا حدی دخیل بود. جنگ بعدی که ولی خیلی دخیل بود، 1956 جنگ کانال سوئز است که قشنگ بریتانیا و فرانسه دخیلن، ایالات متحده هم لوجستیکی کمک میکنه، هرچند که اون زمان سال 1956 که پرزیدنت آیزنهاور سر کاره، یه مقداری مستقیم دخیل نمیشن ولی به صورت لوجستیکی درخورن. 1967 ببینیم که دکترین نظامی یک بخش دیگه هم پیدا میکنه، میگه غافلگیر کنه طرف مقابل رو. جنگ شش روزه 1967، اسرائیل میگه که دیدن که تحرکاتی هست در مرزهای سوریه، در مرزهای اردن و در مرزهای جنوبیش در با عرض کنم حضور شما مصر. به خاطر همین حمله غافلگیرانه کرد با استفاده از اون هواپیمای جدید میراجی که خریده بود. کاری که کرد، نه تنها اومد هواپیما رو زمین زد، کار اصلی رو کرد، باندای فرودگاه رو زد که دیگه نتونن هواپیما پرواز کنن، و یک سوم یا بیشتر از یک سوم، شاید دو سوم نیروی هوایی مصر رو در زمین ساقط کرد. بقیه‌اش هم که دیگه تاریخ، دیگه اورشلیم رو گرفت، بلندی‌های جولان رو گرفت و عملاً به کرانه باختری رو از دست اردن، چون موقع چیزی به اسم فلسطین که بود، اردن هاشمی بود که از اونها گرفت. ببینیم جنگ بعدی 1973 است که اسرائیل غافلگیر میشه. بزرگترین عید مذهبی کلیمی‌ها عید یوم کیپور هست و از آقای انور سادات بعد از مرگ جمال عبدالناصر حمله گسترده‌ای می‌کنه به کشور اسرائیل، کانال سوئز رو رد میشن ازش. عملا اسرائیل در دو روز اول شکست‌های سنگینی میخوره و یه مقداری شانس، مقداریش هم بینش نظامی، با لشکر دو زرهی آریال شارون از پشت میاد و ارتش مصر غافلگیر میکنن و آتش بس اعلام میشه. و بعد که دیگه در دولت کارتر اون صحبت‌های صلح بود، زمین برای صلح، سینا رو پس دادن و صلح گرفتن از مصری ها. الان در این مقطع که اسرائیل هست، دکترین نظامی که همونطور که من عرض کردم خدمتتون، حمله ها نباید متناسب باشه، یکی میزنید باید 10 تا بخورید، اگر بر اساس این بره جلو حمله گسترده خواهد بود. از طرفی ولی فشار زیادی از کاخ سفید بر اونها هستش که تنش زدایی بکنن، تنش رو بیشتر نکنن.
من هیچ وقت ندیده بودم که، البته من هنوزم بر این عقیده هستم که اگر درگیری نظامی گسترده بشه ایالات متحده بدون شک پشت اسرائیل خواهد وایساد، ولی میبینم در سر این قضیه هم الان شک و شبهه است. یعنی اگر دولت سابق، من بازم میگم این عقیده رو دارم بر اساس تجربیاتم و بر اساس دانستم، هنوز فکر میکنم با وجود اینکه بایدن و بلینکن و آستن و رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر دفاع، آقای سالیون مشاور امنیت ملی، با اینکه سعی دارن میکنن تنش زدایی بکنن و به اسرائیل بگن آقا نزن، در تهاجم باهات نخواهیم بود، ولی بالاخره اینا بزنن به احتمال زیاد جمهوری اسلامی هم حمله متقابل خواهد کرد، دوباره اونها حمله خواهند کرد و ما هنوز ابعاد این حمله اسرائیل رو نمیدونیم. من بر این عقیدم که باز ایالات متحده این متحدش رو تنها نخواهد گذاشت به سه دلیل. دلیل اول، تعهدی که ایالات متحده به حیات و امنیت اسرائیل داره تعهدی است وحید، تعهدی است یونیک، تعهدی است تقریبا استثنایی. دوم، اگر شما این تعهد استثنایی رو زیر پا بگذارید، تایوان و چین چه خواهد شد؟ اگر این تعهد استثنایی رو زیر پا بگذارید، اون موقع معادلات دیگه منطقه‌ای چه خواهد شد؟ اگر این تعهد زیر پا بگذارید، خب شاید در روسیه هم پوتین بگه اگه من از تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای استفاده کنم، اینا کاری نمی‌کنن. شما یک موقع بازدارندگی دارید یا دیترنس، یعنی میگید من یک چماق بسیار بزرگی دارم، چون بزنی باید میزنم. ولی دیترنس یا بازدارندگی موقعی کار میکنه که اینا رو به صورت خیلی کلی دارم میگم، نه در مورد فقط یک مسئله خاص، موقعی بازدارندگی کار میکنه که شما مطمئن باشید که اگه زدید من بزنم. این شک و شبهه ایجاد بشه که ایالات متحده از متحدینش حمایت نمیکنه، به نظر من بهای خیلی سنگینی خواهد داشت، نه فقط برای این دولت، بلکه برای دولت‌های آینده هم که حالا چه جمهوری خواه چه دموکرات سر کار خواهند بود. باز من بر این عقیده هستم که آنهایی که سر کار هستند، خب فقط یک رهبر سیاسی نیست که، بالاخره آدمای کادری هستند سالهای سال و در مناصب مختلف امنیت ملی، این که پشت اسرائیل خالی کنن تقریبا یک چیز محاله. سوال اصلی باید الان این باشه که چه نحوه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، به خاطر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل چقدر است، چقدر گسترده است، به خصوص اینکه الان میدونیم تلفات آنچنانی نداشته، صدمات آنچنانی نداشته و خیلی هم در غرب گفتن بگید که نداشته، که اسرائیل بدون برده، اسرائیل با علم بر اینکه برده مقداری خیالش راحت تر باشه که فکر نکنه که جراحت بزرگی بوده و حالا باید بر انتقام گسترده‌ای بگیره. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو.